برگردیم به آیه 7، به فصل 7 آیه 1. عیسی مسیح میگه داوری نکنید تا بر شما داوری نشود. خیلی از مسیحیان معتقد بر این هستن که مسیحیان نباید قضاوت کنن. کلاً نباید قضاوت کنن. کلاً نباید نظر بدن و دخالت کنن تو هیچ مسئله‌ای، چون نمیدونن چه درون اون شخص چه اتفاقی میفته. ولی عیسی مسیح در اینجا چنین چیزی نمیگه، چون که وقتی ما آیه پایین‌تر رو نگاه میکنم، اگه من بیان یه مقدار پایین‌تر آیه 6 میگه آنچه مقدس است به سگان مدهید و مرواردهای خود را جلوی خوکان مندازید. و آیه 15 میگه، از 7-15 میگه از پیامبران دروغین برحذر باشید و میگه اونها را از میوه‌هاشون بشناسین. اگر عیسی مسیح به ما تعلیم میده که قضاوت و داوری نکنین، چرا تو 5 آیه پایین‌تر میگه حالا سگان و خوکان رو بفهمین کیان؟ چون ما برای اینکه بدونیم کی، آن راجع به صحبت خواهیم کرد که سگان و خوکان چه گروهی هستن، احتیاج داریم قضاوت کنیم، احتیاج داریم که بررسی کنیم و این بررسیمون به یه جایی برسه بگیم این دسته خوب نیستن، به اینا نباید ما کلام رو بگیم، این دسته باید بگیم، یا پیامبرانی که میخوایم یا معلمینی که به ما تعلیم میدن. پس این نیستش که ما قضاوت نکنیم. صحبتی که اینجا داره میشه اینه که ما حکم صادر نکنیم. صحبتی که داره میشه اینه که ما در جایگاه خدا نشینیم و یک قضاوتی بکنیم که به قول معروف هم قضاوت میکنیم هم پرونده طرف هم میبندیم میره. یعنی چیزی نیست که ما یک نظری بدیم، ما اون شخص رو کلن نابود میکنیم و پروندهش هم میبندیم. این کاری که خدا باید انجام بده. زمانی که ما قضاوت این چنین میکنیم، اون موقع است که ما در جایگاه خدایی نشستیم که دادرسی فقط برای اونه. و زمانی که ما این کارو میکنیم گناه میکنیم، چون که خداست که قاضی و حکم نهایی رو قراره بده. پس چیزی که ما راجع بهش صحبت میکنیم همینه که ما امروز به عنوان مسیحای باید قضاوت بکنیم، بله، و بر اساس کلام خدا قضاوت میکنیم، بر اساس این کلامی که ما گفته شده گناه و خطا رو قضاوت میکنیم، نه انگیزه و اون مجازاتی که قراره برای اون شخص انجام بشه. ما در کلیسا که امروز هستیم باید، حالا بهش میرسیم، باید دعا کنیم تا خدا به ما حکمت بده، تا به جای اینکه اگه یک رفتاری من از یک برادر یا خواهری دیدم بخوام اون رو محکومش کنم، بتونم قضاوتش کنم بدون محکومیت، که در نهایت یا براش دعا کنم وقتی که فهمیدم بر اساس قضاوتم خطا و گناهی در زندگیش هست، یا اینکه برم پیشش و باش همدردی کنم و سعی کنم که اون رو از این موقعیت نجات بدم.